سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. وزیر دفاع بریتانیا به کابل آمده است و با سران حکومت وحدت ملی نیز دیدار داشته است. روزهای گذشته نیز حکومت بریتانیا اعلان کرده بود که نیروی اضافی نظامی به افغانستان می‌فرستد. اما براستی نقش بریتانیا در پروسه صلح و جنگ افغانستان چه است؟ در برنامه امشب بازنگاه به براستی همین موضوع می‌پردازیم و مهمانان هم در این برنامه آقای سید فرهاد هاشمی کارشناس مسائل سیاسی، آقای حسن مبارک عزیزی کارشناس مسائل سیاسی و همچنان خانم فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای هاشمی، در آغاز می‌خوایم بپرسم آنچه که نقش بریتانیا در معادلات سیاسی افغانستان مطرح می‌شود، چقدر نقش دارند در پروسه صلح و جنگ افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما، خدمت خانم گیلانی و دوست بزرگوار ما. خب، بریتانیا به صفت یک کشور از نگاه دیپلماسی فعال و از نگاه میراثی سیاست جنگ‌های قبلی یکی از بازیگرای اصلی در تشکیل دادن کشورهای مختلف از جمله پاکستان، روی کار کردن سیاست منازعات فعال یا ریالیزم سیاسی و همچنان یکی از کشورهایی که از نگاه نظامی هم دست بلند را داره در داخل مسائل افغانستان از دیر وقت به این طرف مطرح بودن. خصوصا در 15 سال گذشته با حضور نظامیشان در ساحات بسیار که جنگ شدت داشته و متاسفانه حضورشان هم باعث تقلیل جنگ در ساحات نشده بود، اینها یکی از بازیگرای فعال و حامیان اساسی در داخل افغانستان به شمار می‌رفتند، از آدرس خودشان، از آدرس حامیان بین‌المللی کشور افغانستان. فعلا اما طور که شما دیدین تصمیم از یا متاسفانه متکی به تصمیم امریکا بود که بعد از اینکه به قسم عجولانه امریکایی ها تصمیم به این گرفتن که بالاخره نیروهایشان باید از افغانستان دوباره برگرده به امریکا، بریتانیایی ها سیاست دنبال روی را به ارتباط از این مسئله داشتن و سخت اعتراض داشتن از حضور عساکر خود به شکل گروهی تنها مربوط به بریتانیا در حالی که امریکایی ها و کانادایی ها در وضعیت خارج شدن بودن. بنان فعلا معلوم میشه که امطر که امریکایی ها در ریزنی هستند، جریان یک پروسه ریزنی هستند به خاطر از اینکه دوباره ساکرشان به افغانستان به کدام سرحد نگاه شود، در سرحد 2900 سربازی که قبلا فکر شده بود، ببخشید 9800 سربازی که قبلا فکر شده بود نگاه داشته شود و یا هم تعدادشان زیادتر باشه تا ختم 2016. بریتانیایی ها هم کوشش کردند که یک بار دیگه مرور بکنند تصمیم که قبلا گرفته بودند و فعلا گرچه مسائل با جزئیاتش در کنفرانس خبری که باید تا لحظات دیگه برگزار شود معلوم میشه، اما دیده میشه که بریتانیایی ها شاید دوباره خواهان احیای نقش نظامی در داخل افغانستان باشه که بعدا روی اجاباتش باز اگر وقت یاری کرد ما شما صحبت خواهد کرد. خانم گیلانی، بریتانیا پس از ایالات متحده آمریکا بزرگترین حمایت کننده نیروهای امنیتی افغانستان و در بخش انکشاف در افغانستان کار کردند. چقدر امکان این می رود که دوباره نیرو بفرستن به افغانستان با توجه به وضعیت بد امنیتی که افغانستان داره؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام بر شما، بر دو تا برادر نهایت عزیز در میز و بیننده محترمتان، درود بر روی پاک بچه های افغان که روزانه جانای شیرین خدا عزیز بیدن و تاسف میکنم با حال بچه های افغان که در کندوز به شهادت رسیدن، گروگان گرفته شدن و اینمی توفی شرق و غرب است که سیاستشان در ارتباط افغانستان مطلق ناکام بوده و ما شخصا خودم که همیشه بر ضد جنگ بودیم، همیشه بر ضد سیاست های نظامی بودیم، همیشه بر ضد سیاست های استخباراتی بودیم، یک بار دیگه میخوایم بگویم که انگلیس ها در مسئله افغانستان یکی از بازیگرای بسیار مهم و کلان بود در افغانستان، ولی یک بازیگر بسیار ناکام و متاسفانه که در دستاورد در ارتباط نه با سوزی افغانستان کنون چیزی داره و نه در مسائل صلح و ثبات افغانستان. ای که امروز که وزیر دفاعشان به افغانستان تشریف میاره، ما امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی امید است که دیگه کمک های نظامی یا کمک های دیگه نخواین، کمک برآوردن صلح و ثبات افغانستان بخواین، بخاطر از اینکه ببینن و
بشرم ان حکومت وحدت ملی به خاطر که از خارجی ها معرقه در روز گپ بزنیم جای نمیگیره. برای ازی که وقتی که تصمیم گیری ها در دست حکومت افغانستان دست افغان هاست، وقتی که افغان در رست نظام قرار داره میگه که به من ایک عروض گدگرا وره، گای به روسیه میره، گای به هندوستان میره، گای به اروپا و امریکا میره که بر من توی کلاشینکوف بیت تو به من تیاره بیتی که ما دیگه پروگرام های شما رو خوب پیش برم، پروژه هایتان رو پیش برم و بچه های افغان هم مثل گوسپنده قربان اید قربان وره قربان برتون کنم، ای که چون احساس ندارن و ای که امروز قسم مثلا افغانای ما کشته شدن، سرایشون بریده شد باز و قسمی که افتیده بود من در تصویرها و اینا که دیدم ولاغی یک مرغ ای رقم کشته شد و یک مرغ ای رقم انداخته شد بر روی سرک که امروز بچی افغان ای رقم کشته میشه و ای رقم سرش بریده میشه. دی بوزی دی دستای بزرگ است، دی جنگ دستای بزرگ کار میکنه و بوزیگرای داخل افغانستان هم افراد بسیار بدنام فاسد به مسئولیت است. خودیستی های دیروز هستند و رئیس جمهور هم متاسفانه یک رئیس جمهور باوقار نیست، یک رئیس جمهور جدی نیست که دلش بال خون بچه های افغان بریزه، نه از امروزش بوده نه از دیروزش بوده. و امروز ما امید میکنم که صدای مردم افغانستان بشنوند، مخصوصا صدای زنای افغانستان بشنوند، که زنای افغانستان با این رقم سیاست های غربی ها مخصوصا انگلیس ها و این سیاست هایی که نظام افغانستان حکومت وحدت ملی پیش میبره مطلق دیگه خسته شدن مردم و به خصوص زنها خسته شدن. هر روز جنازه های اولادایشان، جنازه های بچهشان در پشتای خانه هایشان میاد و این حق مردم افغانستان است که می رقم زندگی کنند، حکومت داری می رقم می باشه، وزارت دفاع می رقم می باشه، امنیت ملی می رقم می باشه، وزیر مشاور در امور امنیتی تن یک آدم فاسد بدنام دیروز کیجبی را آوردین، شما دیت یک کار مهم مملکت امروز برش دادین. و اگر شما یادتان باشه و دیگر رسانه‌های محترم یادتان باشه در روزای کمپاین انتخابات که ما با تیم تعاون و تداوم مخالفت داشتم، به خاطر چی بود؟ به خاطر از اینکه ما میگفتم که اگر اینا سر قدرت بیان جنگار انتقال میتن به شمال افغانستان و بچهای خود را دارن ادامه میتن؟ بله ببخشید، من گفتم که اگر اینا بیان آمد کرزی تیت کرد به نام طالب کل افغانستانه و بچه افغان به جنگ و به قربانیان داد و امروز اشرف غنی جنگ به صفات شمال کتی اتمر و کتی دیگه تیم خدا آقای استانگزای دیگر را میبرن. افغانستان فقط 3-4 نفر گروگان گرفته که خود رئیس جمهور است کتی همیشه 3-4 نفر موری بدنام که ما امیدوار هستم که جامعه جهانی به خصوص انگلیس ها بفهمند که اینا رو دیگه مردم مایه نمی کنن و اینا آدم های با مسئولیت نیستن، این افغان های با مسئولیت نیستن، اینا نمره خدا تعهد دارن، نمره خاک خود تعهد دارن، اینا خون افغان ها، خون بچه افغان بچه ها. حرفای شما برمیگرده هم بر ریاست اجرایه و هم بر ریاست جمهوری، برای هر دوش میرسه. به خاطر از اینکه ببخشید تیم اصلاحات همگرایی رای اکثریت مردم داشته ولی این رقم سیاست هایی که امروز پیش میبره این حکومت وحدت ملی نه از تعاونش کسی مایه میکنه نه از اصلاحاتش. ما امیدوار هستیم که آقای غنی اگر بازیگر کلان است در نظام ولی آقای دکتر عبدالله باید صدای خود بلند کنه، به خاطر از اینکه این انتظار ما نداشتیم که بچه افغانی قسم در صفات شمال کشته شوه، یا در جنوب یا در هلمند یا در کابل یا در گوشه و کنار افغانستان. ما شکر از او افغانای نیستیم که نجوری قومی داشته باشیم، ما افغانای هستیم که میگیم که هر قسمی که میشه این خط این جنگ خاتمه پیدا کنه، نقطه آخر بر از جنگ نامقدس باید گذاشته شوه، هر رقمی که میشه از رای گفتگوهای صلح‌آمیز باید رای معقول پیدا کنیم و نگذاریم که آل دست انگلیس و امریکا و شرق و غرب ما شویم و ما داخل افغانستان یک خرور پرابلم داشته. تشکر. آنچه که امروز وزیر دفاع بریتانیا در دیدار با رئیس اجرایه گفتند که تعهد کرده که بعد از سال 2016 به حمایت قاطعش از نیروهای مسلح افغانستان ادامه میدهند. همچنان از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنند و گفته که هراس افغانی یک پدیده جهانی است. گفته که طالبان جز رای صلح رای دیگر ندارند و همچنان گفتند که 100 سرباز به افغانستان میفرستند. همچنان در مورد اصلاحات انتخاباتی صحبت کردند. همه این مسائل را که وزیر دفاع بریتانیا بعد از آمریکا که بزرگترین حمایت کننده افغانستان را امروز میگه، این مسائل است که تعهد کرده حکومت مردای افغانستان، اصلاحات در انتخابات افغانستان، حکومت داری خوب، تأمین امنیت و مسائل دیگر، اما به هیچ تعهد خود تا به هنوز دیده میشه که عمل نکردن. فکر میکنین که پس از این
همچنان حمایت دوامدار شود حکومت افغانستان از جناب کشورهای بزرگ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم د خورشید تلویزیون ټولو کارکوونکو، لیدونکو او په میز کې راسره درنو میلمنو ته. د برتانیا د دفاع د وزیر سفر کومه حادثه نه ده، کوم تصادف هم نه ده. پلان سوی سفر او په هغه کې خپل اهداف یې نغښت راوړی دي. ګورئ، افغانستان صلح ته ضرورت لري. جګړه زموږ جګړه نه ده، په دې ټول پوهیږي، هم حکومت پوهیږي، هم خلک پوهیږي، او هم په دې منطقه کې زمنګ همسایگان هم په دې باندې پوهیږي چې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې د پردیو د مرافیو لپاره افغانان قرباني دي. دلته برتانیا هغه هیواد چې له ډېره وخته په همدغه سیمه کې د خپل سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړی ده او دا تعقیبوي. موږ څو ورځې مخکې د حزب اسلامي سره د سولې په ارتباط باندې 25 مادهیي توافقنامه د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره لاسلیک شو، او هغه مساوده دی ته ورولېږل شوه، او داسې هم موازې وګنګوسې دي چې په راتلونکې هفته کې به د حزب اسلامي مشر کابل ته تشریف راوړي. له یو خوا په هغه کې یو ماده همدا په صراحت سره ویلي دي چې خارجیانو وتل نه د خارجیانو راوتل راتګ. موږ به په هغه صورت کې صلح ته آماده یو چې خارجي قواوې له افغانستان څخه ووسي. هر چکس به اسلامي بگویه حکومت افغانستان همون گونه کار خود را پیش ببره یا نه به اساس منافع مردم تصمیم بگیره حکومت؟ ځکه چې اوس خو مطرح دلته له موږ سره صلح ده، نو د صلح یو اړخ چې دغه اوس ګلبدین حکمتیار همدغه حکومت مطرح کړی ده چې له دوی سره توافق کړی ده، او خپله باندې ولسمشر لخوا دا تایید شوې ده، د ډاکټر صاحب غني لخوا تایید شوې ده، دا مساوده دوی ته ورلیږل شوې ده. په دې مساوده کې حکومت توافق کړی دی چې آقای عزیزی، ما به عنوان یک شهروند تعجب میکنم هیئت حزب اسلامی که در کانتیناتال بوده باش میکنه مصرف شب شورای عالی صلح پرداخت میکنه، یعنی انگلیسا، بعد میان میگن که ما انگلیسا را نمیخواهیم، آمریکایی ها را نمیخواهیم، پولشان دوست دارن، موقفشان دوست دارن، اما در ظاهر میان میگن که ما خارجی ها را نمیخواهیم. چرا این گونه برخورد میشه با مردم افغانستان؟ خواه دا خود د خپل پالیسی ده چې حزب اسلامی په مخ باندې وړي، او د حق لري ځکه چې په سیاسي ژوند کې دا د نشیب و فراز لپاره خپلې پالیسی او ستراتیژي باید د خپله باندې دي. دا د دوی خبره ده چې دوی ولې همداسې کوي، اما خبره دې ته راځي چې د دوی په دې توافقنامه کې خپله باندې ډاکټر صاحب غني په دې باندې توافق کړی دی چې خارجي قواوې به د خپل زمانمندي سکیجول سره سم دی وزي، اما په عین حال کې په دې حساسو شرایطو کې برتانیا راځي او وایي چې زه نور عساکر تاسې ته لیږم. زما هدف دلته چیرې ده؟ یعنی زما مطلب په دې کې دا ده چې د جنگ او د زور له لارې په افغانستان کې آرامي نه راسي، چې تر څو د نړیوالو زبر ځواکونو د قوت توازن په افغانستان کې د افغانستان حکومت او د افغانستان رهبران په لاس کې وانخلي. یو دوم، که چیرې همدغه وضعیت جریان پیدا کړي، صلح په معنا د دې ده چې د جنگ خاتمه پیدا شي. اما موږ وینو چې د طالب ترینوان لاندې موږ په کندوز کې پرون پیښه ولیدله، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ افغانان قرباني ورکو او له لاسې ورکو، جنگ اوسم جریان لري. آیا که چیرې د حزب اسلامي پر راتګ سره به د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي؟ نه، خیر نه رسیږي. نو د دې معنا دا ده چې موږ د صلح په پروګرام کې بریالي نه یو. هغه فرمولونه او معادلې چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باید د صلح په مخ په وړاندې باندې عملي شي، هغه ته تر اوسه پورې موږ لاسرسی نه لرو. دویم خبره دا ده چې ډېره توقع د ګډ حکومت څخه همدا کېدله چې زموږ به د دغه جګړه چې کوم دوام لري د دغې اقتصادي او سیاسي مدیریت باید موږ په لاس کې واخلو. هغه پاکستان چې له موږ سره همسایه ده او موږ هم شکایت ځین کوو، 80 کلن تاریخ لري، یعنی ډیر نوی هیواد رامنځته سوی ده، اما په 80 کلن تاریخ کې هغه پاکستان د اسلامي هیوادونو نن سوپر پاور پاکستان ده، ایټمي قدرت ده، او د نړۍ څلورم قدرت پاکستان ده. د دې سیمې د جګړې او د دې سیمې د استخباراتو د جګړو ټول قراردادي پاکستان خپل باندې دلته ده. د معنا یې دا ده چې زما او ستا جګړه زما او ستا د اقتصادي او سیاسي مدیریت په لاس کې نه ده، بلکې مدیریت یې نور په لاس کې لري. ما او تا د دې پروسې قرباني یو. زما د وزیر دفاع د افغانستان په ټوله کې د جهان د ټولو هیوادونو د افغانستان څخه حمایت زم حمایه کوم چې ټول افغانستان یو نړیوال څېره خپله کړي او نړیوال په اعتماد کې واخلي، اما په دې حساسو شرایطو کې د مختلفو ډیپلوماسیو تبدیل تطبیقول د دې معنا دا ده چې جنگ ته د هدف په توګه باندې استعمالوي.
په سیاست کې ډېر یو معادله ده چې هغه څلور شیان ډېر ضروري دي. دولت یا حکومت په دې بنسټ په توګه باندې باید وپېژندل سي. ملي منافع ستا ملي منافع به د هدف په توګه باندې باید ومنل سي. ټکر یا جنگ سي ده د شرایطو په توګه باندې باید ومنل سي او د قدرت استعمال د شرایطو د موجوده شرایطو کې د اعمال د نفوذو لپاره باید استعمال سي. اما کچیر جګړه دا څلرم جز چې ده هغه دویم ته راځي، د دې معنی دا ده چې موږ تا خود صلح ته نه لرو بلکې جنگ ته دپاره د دوام دپاره آماده کېږو. بله، ام فکر نمی کنین که تعریف منافع ملی در نزد مردم افغانستان و حکومت مردم افغانستان به گونه دیگر است و در ذهن مخالفان مسئله حکومت افغانستان به گونه دیگر؟ بالکل، په دې کې شک نسته. اما لازمه دی هغه افغانستان خلکو ته حکومت یعنی جواب ګوده چې حکومت په خپل باندې رسمیت باندې پیژندل شوی ده، دوی باید هغه ستراتیژي او پالیسی وی جوړی کی چې د خلکو ته جواب وینکي. تشکر آقای هاشمی. بحث دیگر این است که از حضور انگلیس ها در افغانستان حکومت افغانستان چگونه میتونه که استفاده بکنه. هر کشور در هر کشور دیگر بر اساس منافع خود حضور می داشته باشه، اما ما چگونه میتونیم که منافع را با هم، حالا چگونه بیان بکنم، یعنی منافع حکومت افغانستان را در حضور منافع خارجی ها اینجا ترسیم شود؟ اشتراک منافع، اصطلاح خود تا میخواستی بگویی، بین افغانستان و هر کشور دیگه که حامی افغانستان به سطح منطقه و به سطح جهان است، یک موضوع اساسی و اصلی است. اما در داخل اشتراک منافع، هر کشور به خاطر برآورده ساختن منافع خود تلاش خاص خود را میکنه. مثلا وقتی نیروهای بین المللی در داخل افغانستان 14-15 سال قبل حضور یافتند، گفتند به خاطر امنیت ملی خود آمدیم. درست؟ دوباره یک چند وقتی که گذشت به خاطر مسائل اصلاح نظام، مسائل ریفرم و اصلاحات بود و بالاخره فعلا موضوع صلح بسیار جدی گرفته شده و در مجموع اینها مؤلفه های مختلفی است که باعث حضورشان میشه که ما نمیخوایم به اونا بپردازم، اما کوتاه میخوایم اشاره بکنم. یکی از مسائل رقابت های منطقوی خودشان که با روس ها هم اوج گرفته، بدون شک در این مسئله دخیل است. یعنی هیچ امو اصطلاحی که با حفظ احترام به تمام جناها، امو اصطلاحی که هیچ بشک به خاطر رضای خدا مش نمیگیره، در هر معادله و تقابل سیاسی، چی تفاهم سیاسی باشه چی تقابل سیاسی باشه، صدق میکنن. اما این که حکومت افغانستان چطور میتونه که از حضور از اینها فایده ببره، مفاد ببره، ما فکر میکنم پاکستان را کمیشه ما ملامت کردیم. بدون شک یک مقدار زیاد مشکلات ما از این ناحیه بوده، اما در لابلای ملامتی ها حکومت هایی که در داخل افغانستان به شمول حکومت فعلی حاکم هستند، ما کوشش کردیم که توجیه بکنیم ناکامی های خود را به خاطر ملامت کردن پاکستان. در سیاستی که امروز مطرح است، جنگ یک موضوع بلا منازعه و قابل واقع شدن است، خصوصا در کشور ضعیف و هر کس در فکر منافع خود است، تقابل دیدگاه ها است، تقابل منافع اقتصادی سیاسی است، تقابل استخباراتی است. در اینجا جنگ غیر قابل پیشگیری است. بنان ما باید راه ها و روش های داشته باشیم که از این جلوگیری بکنیم به نفع خود استفاده. یکی از اساسی ترین نقطه به صفت اولین قدمه که ما میتونیم از هر هم پیمان بین المللی خود استفاده بکنیم، و این است که اول ما منافع تعریف شده ملی داشته باشیم. شما ببینید اگر ما چند اولویت که فعلا داریم، درست، مسئله سال اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه در مقابل فساد، تشویق و تجهیز نیروهای قوای مسئله افغانستان، 4-5 اولویت ملی، درست است. اگر ما ابعاد گسترده از این تعریف بکنیم، سیاسیون افغانستان در مجموع یک تفاهم داشته باشند، بعدا ما متوجه میشیم که تا کدام فیصدی ما میتونیم ایره مرفوع بسازیم از انگلستان، تا کدام فیصدی ما میتونیم ایره مرفوع بسازیم از همسایه ها، تا کدام فیصدی ما میتونیم ایره مرفوع بسازیم از امریکا و دیگه هم پیمانای بین المللی خود. بنان وقت ما منافع تعریف شده ملی نداشته باشیم، وقت ما اراده سیاسی به خاطر داشتن یک اجندای ملی در روی یک میز به صفت یک تفاهم بین یک دیگه خود به شمول کسایی که فعلا بیرون از نظام است و امرایشان میخوایم صلح بکنیم، درست، ما نداشته باشیم، ما چطور میتونیم که کدام بخش از از کی برآورده بسازیم؟ بنان سوال های بسیار بزرگی است که در مقابل رهبرای حکومت وحدت ملی یک طرف باشه مسائل گله و گلایه و گلبازی و تر موضوعات ما، موضوعات ملی و تکنیکی و تاثیرگذار، سوال های بسیار بزرگ ملت از مقابل از اینا که شما چی وقت میتونین که اینمتر یک تفاهم ملی را ایجاد بکنین، منافع ملی را تعریف بکنین، تا بتونین که اول در دوری منافع ملی نیروهای ملی را اول بسیج بسازن. شما ببینید وقت صلح موضوعش یاد میشه، معلوم دار از هر صلح در داخل افغانستان این یک موضوع بسیار تاریخی و ثابت شده است که در حقیقت تقسیم قدرت بوده، رفاه ملت نبوده،
همی فعلا همی سال هست بین هر گروهی که هست هر گروه باجگیر غیر باجگیر هر کسی که تا فعلا بوده از هر تاریخی که مسئله مشروع مصالحه ملی و نفهم سال ها مازاد مختلف در هر حکومتی که مطرح شده مسئله تقسیم قدرت بوده یک گروه در یک طرف در داخل ارگ بوده خواسته خود حفظ کنه یک گروه دیگه خواسته که بیاد داخل قدرت سهیم شه بنان در داخل این مطور یک سال ها وقت ما کسایی که باز داخل نظام هستند و رهبرای سیاسی هستند و کسایی هستند که از اونا تعقیب میکنه اونا را طرفدارشان هستند وقت تفاهم با اونا نباشه شما نمیتونین از یک طرف صلح کنین از دیگه طرف یک امپایمانایتون خفه بسازین ایتو صلح افغانستان بسیار با احترام به همه یک داره نمیتونه طول بقا باشه یک شپرتی که دیگهش بیرون برای یک شپر یک پروسه پخته شده ملی با اساس اولویت‌های ملی حفظ ارزش‌هایی که به دست آمده در روشنی قانون اساسی افغانستان و با احترام به حقوق تمام شهروندان افغانستان حکومت افغانستان همین گونه کار بکنه که مخالفان مسئله‌اش هر چی خواست سر تسلیم برش بگذاره و بگوید درست است یا نه بر اساس منافع مردم تصمیم گرفته شود در ارگ ریاست جمهوری و در مجموع حکومت افغانستان جواب سوالتون قبل از سوال واضح است درست به اساس منافع ملی افغانستان اما منافع ملی که اجماع نظر از طرف رهبرای سیاسی در وجود داشته باشه متاسفانه چیزی که فعلا است حکومت در یک سال اول تنها خود مشناخت به صفت حکومت و کوشش میکردن یک سیستم اوتوکراسی بوده باشه یک نفر تصمیم بگیره زیادتر فرد محور و کلگی پیروی بکنه یکمکی اینا با شدت مواجه شدن و معلوم شد که نه تفاهم باید تفاهم نظر وجود داشته باشه و فعلا من فکر میکنم که حکومت افغانستان در مجموع هم از بابت فشارهای بیرونی هم از بابت مخالفت‌های داخلی و هم به خاطر تجدید بخشیدن و بالاخره تمدید خود قدرتشان به این نتیجه رسیدن که باید یک تفاهم در داخل و یک دیپلماسی فعال در بیرون داشته باشه تشکر خواهم یعنی که بحث تعهد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان مطرح میشه امروز وزیر دفاع بریتانیا هم روی این مسئله تاکید کرده است اما حکومت افغانستان هیچ توجهی نداشته تا به هنوز روی اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تنها بر زبان کمیسیون ساختن بعدش گفتن اصلاحات به وجود میاریم یک نفر رفت استعفا داد این مسائل اما آنچه که خارجی ها میخوان از انتخابات افغانستان شفافیت و شرط کمکشان به انتخابات افغانستان هم شفافیت افغانستان است فکر میکنین که اراده برای برگزاری انتخابات در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود داشته باشه؟ ببینین این نشان میده که ما افغان ها چقدر بلیاقت هستیم نشان میده که سیاستمدارای افغانستان چقدر سیاستمدارای فاسد و بی‌مسئولیت است یک تعداد زیادشان البته سیاستمدارای نامنیک خوب ما داریم ولی زیادترش سیاستمدارای فاسد هستند سیاستمدارای هستند که دیروز در قدرت بودن امروز برآمدن پیسایی را که اونا پیدا کردن اونا رو فاندیشن اینا میسازن من خدا نمیخوام که اینا بر آوردن صلح ثبات افغانستان کار کنن فقط بر زنده ماندن خود ببینین اما باز تکرار میکنم میخوایم بگویم برای وطن عزیز خاطر از طریق تلویزیون شما در روزای کمپاین که اینا شعارهایی را که میدادن مخصوصا تیم تعاون و تداوم چرا ما مخالفت بسیار جدی داشتم به خاطر از اینکه یادم قطعا به دموکراسی باور نداره همون وقت که مفت آمد که امروز اعلان میکنه جای تاسف است که هیچ شرم به اینا نیست تاسف میکنم که میای میگه رئیس جمهور منتخب ملت افغانستان کدام منتخب که انتخابات ما درست برآمد به هر حال اگر تو یک رئیس جمهور خود گرفتیم گپای انتخابات اون طرف میمانیم اگر تو یک رئیس جمهور با مسئولیت می بودی تو یک آدم جدی و قاطع می بودی تو یک مدیر خوب می بودی تو اول باید وزارت تا وزارت خانه تا فورا می سختی جای تاسف است جای شرم است که باعث سرپرست تا بال وزارت دفاع که وزارت بسیار مهمه سرنوشت ساز بر امنیت مملکت است وزیر نداره ای آقای استانگزه کی است چی است چرا قدر نازدان است بر تو بله که تو نمیریت ببخشین آنچه که تعهد میکنن برای خارجی ها عمل نمیکنن ببخشین اول خوب چرا ما اقدر بدبخت شویم چرا قدر بیچاره شویم که ما هر روز آلی دست خارجی ها شویم هر روز آلی دست خارجی یا آمریکایی یا انگلیس یا مثلا اتحادیه اروپا یا پاکستان یا ایران یا روسیه دیگه چه وقت ما امی استقلال پیدا میکنیم امی غرور امی عزت پیدا میکنیم که ما خودمو تصمیم بگیریم که ماستیم دیگه خارجی اجازه را نداشته باشه که بیاید هر چیز ما در امور داخلی مملکت ما غرض بگیره
جای تاسف است برای امی خاطر گفتم که سیاستمدارای فاسد وقتی که باشه ما را پیش خارجی شرق و غرب اینا بی حیثیت ساختن. اگر این آدم متحد می بود، این رئیس جمهور متحد می بود، یک آدم لایق با مسئولیت می بود، اول وزارت دفاع خود درست می کرد، باز ریاست امنیت. شما بیاین ببینین، به ما بگوین مردم افغانستان می بینه قضاوت کنه. وزیر مشاور در امور امنیتی مملکتتان همین شخص به نام آقای اتمر میارزید که تو آوردیشه؟ تو آیا نمیشناختیش رئیس جمهور غنی که یک حادثه دیروز بود که چرا رقم بچه های افغانه در وقتی که دخات بود کشت؟ تو چرا رقم رئیس جمهور هستی که معاونت میره در صفات شمار در سنگر استاده میشه؟ های وزارت اینجا عسکر نیست، اینجا پلیس نیست، اینجا دیگه مامورین امنیتی نیست که میره؟ دیگر نارامی هایی که در گوشه و کنار است. تو چرا او خلقی کلانی که عروض در سانه ها میامد خدا یک یک سر نشان میداد که من اتو میکنم اتو میکنم، هلمن نبی بینید که چی رقم دخاک برابر کرد؟ انگلیسی ها نیست که رئیس جمهور بگوی برای رئیس وزیر دفاعش که 9000 عسکر تو آوردی در هلمند، هلمند دخاک برابر کردی، اولاد هلمندی دختر بچیش بی تعلیم کلان شد. ببخشید تو میگی که من برمیگردم به وزارت دفاع افغانستان، ببخشید وزیر دفاع، اگر وزیر کدام وزیر دفاع کد خب حال در گذشته یا در حالا که سرپرست هست، شما آدمکای ضعیف میارین در اس یک وزارت مهم کلیدی مملکتتون مقرر میکنین، شما آدمای بد نام فاسد میارین دوابین در اس او کارهای مهمتان میارین که انگلیس هم سرش امریت کنه، بیا انگلیس سر ما امریت کنه، ما اجازه برش میتم؟ نخیر، چیزی که برای نقص مملکت ما باشه، برای منافع افغانستان باشه، من نه انگلیس اجازه میتم نه امریکا را. اگر غریب هستم باید عزت داشته باشم، ایمان داشته باشم، مسلمان هستم با ایمان خود صحبت کنم. ببینین اگر رئیس جمهور اراده می داشت، دو سال از این نظام شد، چرا کمیسیون انتخابات درست نمیکنه؟ چرا اصلاحات نمیاره؟ یک مسئله، چرا آقای دکتر عبدالله خود خاموش گرفته؟ مردم بازیچی از اینا خود نیست، مردم افغانستان آلی دست از اینا خو نیست. اینا چی میکنن سر مردم افغانستان؟ مردم افغانستان این حکومت، این حکومت دیروز بسیار خسته و مانده ساخته. با همزمون خاطر میگم سیاست مدارای فاسد دیروز امروز با شیشتن این حکومت تخریب میکنن که مردم فراموش کنن کسافت های خودشان که پولای افسانه ای آمد که امروز باز فاوندیشن ها رو ساختن. ببینین شما یک چیز دیگه میخواییم بگویم که مردم مایده بفهمن، حوالی که دمه قدر وزارت ها بعض جایا امی افغانی که پاسپورت خارجی داشته باشه چرا ایره بگیره؟ امی وزارت خارجی تا رو به طور مثال میگم، در وقت شیش آل حضرت محمد ظاهر شاه مثلا در وزارت خارجه عبدالرحمن پژواک بود، مثلا موسی شفیق شهید بود، محمد طرزی بود، طبیبی صاحب بود، دیگه شخصیت های قوی بود که تو غرور داشتن که با شخصیت بودن. شما حالا بیاین ببینین که بر ما اشتکار جمع کردن در تمام وزارت خانه. شما باز میاین مثل که برادرم گفتن که پاکستان درست است که ما مشکل داریم، ولی شما سیاست مدارای پاکستان بیاین کلش کار کشته است، 57 ساله 60 ساله هستن، نه اشتکا اشتکار پتنه رو میپوشن. میاین یک چیز دیگه میخوایم باز سخنگویاشن مخصوصا وزارت داخله میاین که حمایه مردم باید در پشت ما باشه، مردم ما رو حمایه کنن. بله مردم ما هم میکنن، اما حداقل پروگرام شما شفاف باشن، به خاطر از اینکه پروگرام های استخباراتی که داره مریض شما را مردم بیای عروس بچه‌شون قربانی بتن، بچه‌شون کشته شد، شما کشته نمیشن، شما عروس لوکس لوکس در تلویزیون ها میایین گپ میزنین. به او خاطر است که باید رئیس جمهور غنی به هر شکل که میشه بر از اینی بازی های جنگی استخباراتی خاتمه بده، دیگه جلو خون ریزی بچی افغان باید گرفته شود. ما زن افغانستان این میره میخواییم، بر ما مهم نیست که احمد اسم رو سر قدرت دیده، ما کس را میخواییم که این منافع افغانستان برش مهم باشه، نه منافع بادارا و خارجا که او انگلیس باشه یا امریکا باشه هر کسی دیگه که باشه. سپاسگزارم. بحث دیگر، بحث جنگ در ولایت های افغانستان مطرح می شود. فکر می کنین که افزودن به نیروی نظامی انگلیس در افغانستان می تواند که جنگ ها را کاهش بده؟ با توجه به این که وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله همیشه گفته که ما به قوت نظامی هوایی ضرورت داریم و گفته است که هماره ناتو کمک کرده در این موارد، فکر می کنین که حضور بیشتر انگلیس ها و آمریکایی ها در افغانستان بتانه که جنگ ها را کاهش بده، چه در شمال چه در جنوب؟ شاداب صاحب مخکم مادیت اشاره و کسی په زور باندې تروس پوری په یو هیواد کې یو مملکت کې صلح نه دراغله، اما با تظاهر هم که نظامی ارگانونه باید تقویه سی، نظامی ارگانونه باید تقویه سی.
اماده دي لپاره جنگ من حیث شرایط باید قبول کنه من حیث هدف موږ ته پکار ده چې نظامي ارګانونه باید تقویه سي دوی باید تجهیز سي اکمال سي د دښمن په مقابل کې دوی باید قوي وي اما داسې زه په دې تاسې ګورئ چې موږ څو وخت مخکې همدغو خارجیانو په ارتباط د حکمتیار صاحب او د حزب اسلامي نوم په تور لیست کې و ترورستان و او تر اوسه پورې جنګېدل دلته جنګ نن په توافقنامه کې تاسې ولیدل چې هغه څو څوارلس کاله جګړه هغې یو شکل بل تغیر کړی یعنی بل شکل یې ورکړی دی موږ دوی ته په هغه امتیازاتو په هر څه باندې حکومت ورته قایل شوی دی زه په دې باور لرم چې سبا طالب ته هم په همدغو شرایطو باندې ته قایلېږي دلیل یې دا ده چې تر اوسه پورې په سیمه ییزه او په نړیواله کچه باندې د افغانستان حکومت امنیتي او سیاسي ستراتیژي او خارجي پالیسي تر اوسه پورې تعریف کړې نه ده افغانستان باید په سیمه ییزه کچه له ټولو هیوادونو سره په دې سیمه کې ورسره حضور لري خپل تعریف واضح او روښانه کړي ګډې ګټې او ګډ خطرات مشترک تهدید باید تشخیص سي او له هغوی سره یې په هغې باندې استواری یوه قوي پالیسي ولرو د نړیواله کچه موږ په دې باور یو چې موږ پرته له نړۍ څخه پرمختګ نسو کولی په افغانستان کې ثبات نسو راوستلی نړۍ سره دې یو واضح پاکې ستراتیژي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د تعریف په نړیواله کچه باندې د دې قناعت حاصلول دا ضرور ده موږ هیڅ توقع دا نه کوله نه حکومت دا توقع درلوده او نه امریکا دا توقع درلوده چې د داعش په حضور سره به په افغانستان کې د طالبانو پروسه نوره پای ته ورسیږي او یو نوی پروګرام به د داعش په شکل کې راشروع سي جنګ به دلته دوام پیدا کړي او د داعش وروسته به بیا د یتیمانو په نامه کوم غورځنګ راپورته کیږي او دلته به جګړه بیا په مخه کړي اما دوی په دې باندې نه پوهېدل چې په دې سیمه کې د جګړې دوام صرف د دوی په کنټرول کې نه بلکې دلته نور زبر ځواکونه چې پخوا یې ایډیالوژیک مشکلات هم ورسره درلودل راپورته سو او طالبان یې حمایه کړو په اقتصادي لحاظ باندې حمایه کړو کندوز سقوط وکړو د کندوز سقوط دا ډېره یعنی دې ته باید په ساده نظر باندې ونه کتل سي د کندوز سقوط په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کېدو د سقوط سره مواجه و همدغه محترم ستانکزی صاحب په کنډک کې د کندوز قومندان و او هلته حضور درلود د ده په حضور کې کندوز په هغه وخت کې هم روسان خارجېدل او کندوز سقوط وکړو دغې دا ډېره ساده خبره نه وه هلته په تاجکستان کې په اسلامي نزوتونو باندې پابندي او 15 کاله چې هغو ته جواز ورکړ سوی ده د هغو جوازونه بیرته اخیستل دا هغه خبرې وي چې یعنی هیڅ توقع یې نه کېدله طالبان ختم و داعش دلته خپلې پروسې فعاله کړې اما یودم دونران طالبانو ته پیدا سو چې هغه ډونیشن وي کې کومکونه ورسره وکړو موږ ولیدل چې په شمال کې هم جګړې شروع سوې په جنوب کې هم زور اخیستی نقش روسا هم در جنگ افغانستان بیشتر از طالبان بالکل 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 په واضح شکل باندې یعنی هغه ډونر چې د امریکا په کلونو کلونو باندې مخالف او په دې سیمه کې پروت او زبر ځواک ځان ته وایي روسیه هغه روسیه نه ده چې څو کاله مخکې وه روسیه هم مست ډېر تغیر کړی ده د طالب بیرته قوي حضور دا د دې معنا دا ده چې قوي ډونر یې درلود شمال ته جګړه په جګړه په شمال کې جریان دا ساده خبره نه ده په جنوب کې هم جګړې زور موندلی ده یعنی هر ورځ موږ د دې تشویشونه کوو چې موږ باید دغه کومره تلفات چې ورکوو خدا ناخواسته چې مملکت هم له لاسه ونه وځي موږ په دومره غټو قواوو کې چې د ناټو دلته موجودې وي په هغو کې د هغو د اعمال د نفوس چې په دې جګړه باندې کوو موږ امنیت تامین نه کړی شوی یعنی صلح هم راوستله نه بنیادي خبره په هغه معادلاتو باندې باید کار وسي چې د جنګ تداوی هم پکې وي او په عین حال کې یو مشوره بله ما حکومت هم دا ده چې په جنګ پسې دې ډېر نه ګرځي دا جنګ به بیا هم دوام لري جنگ ستا په کنټرول کې نه ده جنگ زما په کنټرول کې نه ده جنگ د نورو خارجیانو په کنټرول کې ده چې ستا له مځکې ستا له جغرافیې او ستا له افرادو څخه استفاده کوي اما آقای عزیزی شما تاریخ افغانستان را زمانی که میخوانین میبینین که هر گروه در افغانستان به زور شکست خوردن از حکومت های کمونیستی گرفته تا مجاهدین تا طالب همه به زور رانده شدن نه بر اساس تفاهم سیاسی حالا چگونه باید گفت که طالب یا حزب اسلامی به اساس زور از بین نمیرن بلکه باید ما هر روز عذر بکنیم که بیاین و صلح بکنین عذر باید هم هر روز پاسخ هر صلح‌خواهی حکومت افغانستان با انتحار انفجار بتن از من که هیڅ وخت د افغانستان حکومت خپل دښمن ته د زور لاري او د عذر په هغه باندې دوی باید کینی دا تفاهمات چې د صلح په ارتباط باندې د مخالفینو د غوښتنو په اساس که چیرې حکومت هم دا کوي دا د دې مملکت په خیر نه ده موږ باید مخالف دې ته آماده شي چې تا ته راسي او د تا سره صلح وکړي نور له جنګ لاس واخلي د دې لپاره د دې لپاره د یو واضح کامل ستراتیژي ضرورت ده
چې هغه ستراتیژي د تا ټول سیاسي اړخونه په هغه کې راټول سوي وي او خلکو سره دا شریک وي او نړیوالو ته په دې باندې قناعت ورکړي. دویم، موږ په افغانستان کې یعنی د صلح د راتګ موږ دغه جنگ دوام لري، په دې کې شک نشته. جنگ به بیا هم دوام کوي ځکه پروسه جنگ د موږ جنگ نه ده. اما مهمه دا ده چې د جګړې په مینځ کې چې جګړه جریان لري زه باید څه وکړم؟ یعنی د جګړې په جریان کې باید ته خپل تدابیر ونیسې. پاکستان چې څه وخت آزاد شوی دی زه ځکه مثال ورکوم چې موږ ډېرې ګیلې له پاکستانه هم کوو او په عین حال کې د دوی ستراتیژي ده درته وایم چې پاکستان چې له هندوستانه آزاد شو تر اوسه پورې په جګړه کې ده. په کشمیر کې جنگ روان ده، په فاټا کې جنگ روان ده، بلوچستان کې د استقلال نارې وایي. یعنی په سیاسي لحاظ باندې پاکستان خپل ډېر وهمونه دا پیدا شوي دي چې هلته جګړې زور موندلی ده، ثبات یې له لاسه ورکړی ده. اما دوی په جګړه پسې تللي نه دي. دوی خپلې ستراتیژي وي تعریف کړي، دوی خپلې پالیسي وي تعریف کړي. د دوی د دې جګړې د دې سیمې د جګړې ټول اقتصادي مدیریت او سیاسي مدیریت د دوی په لاس کې و. جګړه ما کوله، اقتصادي مدیریت یې ده و، جګړه ما کوله، سیاسي مدیریت دی و. نن دی ایټمی قدرت ده، نن دی د اسلامي دنیا سوپر پاور ده او د نړۍ په کچه څلورم قدرت ده او زه تر اوسه په دفاعي حالت کې قرار لرم. دا کار موږ دغه نوي ظرفیتونه چې په افغانستان کې دلته باید تعریف شي او هغه نوي ظرفیتونه د دې وړتیا باید ولري چې د افغانستان سیاست په خپل لاس کې واخلي او له نړیوالو ته قناعت وکړي. موږ د دې مثالونه په جنوبي افریقا په ګڼ شمېر هیوادونو کې لرو او که دا حالت جریان پیدا کړي دا اوس هم ورته وایم چې هیواد د رژیم سیکوریټي لپاره ځي. رژیم سیکوریټي به همیشه تاکتیکي برخوردونه کوي، نه ستراتیژیک برخوردونه، او له سخت ګواښ او تهدید سره. تشکر. آنچه که بحث سیاست خارجی افغانستان مطرح می شود، معمولا سیاست خارجی گرفته شده از سیاست داخلی می باشد. فکر می کنین که بر اساس منافع ملی افغانستان حالا سیاست گذاری بکنه حکومت وحدت ملی یا نه هر روز باید در کنفرانس های بسیار کوچک رئیس اجرایه و رئیس جمهور حاضر شوند، برن یک قصر افتتاح بکنن، بعد بیان حالا امو تار قیچی بکنن، یا نه هم سر مسائل کلان در افغانستان کار بکنن، سر پروسه سال، سر پروسه جنگ، سر روابط با کشورهای بزرگ اینا. خب بدون شک از خردترین مامور تا مقدمترین مامور که رئیس جمهور است باید از کار روزمره گرفته تا کار سالانه و بالاخره دوره خود که 4 سال 5 سال است اولویت های خود را باید تعریف بکنه. اولویت ها بدون شک مربوط به اولویت های مردم میشه و همه ما هم صدا هستیم در این قسمت که اولویت های مردم افغانستان روز مسائل ملی است، بشمول اصلاح نظام انتخاباتی، نداشتن یک پارلمان مشروع که فعلا ما نداریم متاسفانه، د پالوی ازی خود تدویر لوی جرگی که ضروری است بر اساس تفاهمی که بین دو تیم است به خاطر مشروعیت بخشیدن به یک نظام. و در مجموع در بله. کنفرانس لندن سال گذشته رئیس جمهور اعلان کرده بود بله. که اصلاح نظام انتخاباتی، اما هنوز از اصلاح هیچ بله. خبر نیست در سیستم بله. انتخاباتی افغانستان بله. پاسخشان برای دونرهای افغانستان چی می باشد و این خارجی ها بر اساس چی دیگر برای حکومت وحدت ملی پول پرداخت بکنند که این حکومت به تعهدات خود وفا کرده؟ فساد، سطح فساد بلند بله. رفته بله. بحث انتخابات اصلا مطرح نیست بله. و فقط به زبان است، روی کاغذ است و در عمل چیز نیست و در بخش امنیت که ظاهرا ناکام به نظر میرسن. خب ببینین، دونرها ابزار فشار خود را هم دارن، تعهدات خود را هم دارن. تعهدات دونرها تنها بر حکومت افغانستان نیست، از مجرای حکومت افغانستان، جمع از مجراهای اجرایی خودشان در داخل کشور به نام افغانستان به خاطر مردم افغانستان است. اما پولی که باید بر حکومت داده شود در هر استقامت تعهد خاص خود را حکومت داره. مثلا اجازه تان اگر باشه بر ارتباط تامین بودجه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، تعهداتی که حکومت داره تا اصلاحات نبیه کسی برشان کمک نمیکنه، درست؟ اما آلی مربوط به حکومت است، به خاطر مشروعیت بخشیدن به قوی ثلاثی نظام در داخل افغانستان، دولت در داخل افغانستان، به خاطر داشتن نام نیک از خود در تاریخ، به خاطر جوابگو بودن به کسایی که در مقابل از اونا تعهد دارن، به شمول ملت، به شمول جامعه جهانی، اینا باید اجراءات خود را جدی بگیرن. در صورتی که نمیگیرن سعی کنین در عرصه اجراءات جمع از مسائل سیاسی و کشوری داخل هر معادله و معامله که شما میشین داد و گرفت داره، مثلا داد و ستد داره، درست است؟ وقتی شما نمیتونین که اعتماد سازی بکنین بین خود و ملت، شما چیزی را که از دست میدین هویت خودتان است، رسمیت خودتان است و مشروعیت خودتان است. وقتی شما نمیتونین که در مقابل توقعات دونرها کار بکنین، بنان شما مشروعیتی که در مقابل از میتونین پول و منابع به دست بیارین او را از دست میدین. دیگه نگفته نباید بانه جایگاهی که حداقل در 14 سال گذشته حکومتی که بود
و او را ایجاد کرده بود. از نگاه ازی که به سطح دیپلماسی حداقل کوشش میکردن که بعض مسائل را بگوین که اولویت مردم افغانستان باشه و تا یک اندازه در تفاهم با خواسته های دونر ها قرار داشته باشه، ولو که بعضش میفهمیدیم و ما تاکید میکنیم که دروغ بوده. اما حکومت فعلی فاقد امر یک دیپلماسی ساختگی هم است که ایجاب میکنه. بله، سوال شما، وقت ما اولویت های ملی داریم، انعکاس از اولویت ها، لابی فعال به خاطر تطبیق از اولویت ها، برنامه فعال به خاطر جذب منابع و تمویل از اولویت ها، این مسئله است که به سطح دیپلماسی منطقوی و فرامنطقوی باید حکومت افغانستان مطرح بکنه که فرمول پنج طبقه ای را خودشان در اول حکومت جناب اشرف غنی تعریف کردن، اما تطبیق نشده. متاسفانه موضوعات میکانیزم بعدی که فرمول پنج مرحله‌ای یا پنج حلقه‌ای دیپلماسی حکومت افغانستان را تطبیق بکنه، اون میکانیزم تعریف نشده و صلاحیت‌های لازم هم به دستگاه دیپلماسی داده نشده. بنابراین بسیار خلط وظیفه‌ای است، بسیار در اینجا مسائل به اساس امو چی میگه موضوعاتی که مثلا باش کس خفه نشه، ناز فامیل های قدرتمند بسیار در اینجا برداشته میشه، کسایی که از نظام در نظام قبلی حضور داشتن و فعلا ندارن، هر کدامشان گروه های فشار برای خود ساختن. حکومت افغانستان هم نگفته نمونه، پارلمان همکاری نمیکنه، خصوصا در قسمت مسائل اصلاح نظام انتخاباتی حکومت هماهنگی نداره و در مجموع مردم بیچاره افغانستان مانده بدون صدا. سپاسگزارم خانم گیلانی. از شورای امنیت که متهم به کمک کردن به ترورستان و داعش در افغانستان است، از وزیر دفاع که در جلسات رسمی خوابش میبره و از کسان دیگر که در افغانستان هستند و متهم میشن که به طالبان کمک میکنن و فکر طالبانی دارن، میشود توقع کرد که واقعا چند ولایتی که امروز در آتش جنگ میسوزه نسبتا آرام شود؟ ببینین آقای شاداب، ما مثلا بسیار زیاد جدی صحبت میکنم، جدی صحبت کردن ما به خاطر درد مردم افغانستان است. هر روز در طرف میبینین که بچه های افغان کشته میشه، فقر را ببینین، فرار را ببینین، بیکاری را ببینین، بی‌ثباتی و بی‌سرنوشتی خود افغانستان عزیز را ببینین. اگر همتون مامورین بی‌کفایت، بدنام، جاسوس در این دستگاه نمی بود، چرا افغانستان این رقم میشد؟ چرا اوضاع هلمند بهتر نمیشد؟ قندوز سقوط دادن، جنایت بشری در قندوز صورت گرفت، والیش از پیشش هیچ کس پرسان نکرد، والیش امروز سیاست بزرگ را پیش میبره. چقدر نفر کشته شد؟ مسئله حکس پایین کردن عکس آقای حتا و عکس جنرال دوستم، شما فکر میکنین یک مسئله همطور عادی و تصادفی بود؟ اینجا همه آدم های فاسده که من اشاره پیشتر کردم اینا در این دستگاه هستن. اگر آقای غنی تو دستور را میگیری از خارجی ها، پس لطفاً اول دور پیش تصفیه کاری کو پاک بکن. یک مثلا آقای دکتر عبدالله، جان مردم برامده کمپاینا، به این خوش نباش که دو قصر ششتی، لطفاً گب بزن، لطفاً نگذار که آدم های فاسد در ادارات جای بگیره. چرا آدم های نامنیک نمیاری؟ چرا آدم های قبیر نمیاری؟ چرا آدم های با شخصیت نمیاری؟ چرا آدم های ملی نمیاری؟ حالا می جمعی امی استاد یک آدم میلیست، چرا نمی استادار نمیاره؟ چرا آدم های دیگه در آبای افغانستان به خاطر از اینکه اینا جاسوس بچه های سفارتخانه نیستن، جاسوس بچه های کشورها نیستن؟ اینمی آدم های ضعیف، اینمی آدم های بی کرکتر، اینمی آدم های بی خدا و بی دین، اینمی قسم کردن که خون بچه های افغانستان امروز ریخت نادم میشن. اجازه بدین بحث مادر گپ بزنم. این جنازه‌ای که امروز آمد دو بین گوشه و کنار افغانستان رفت، اینا مادر دارن؟ برین از حال مادر از اینا خبر بگیرین. خانم دارن، دختر دارن، خوار دارن؟ ما خودم دو دانه شهید دادیم از خانه خود، برادرای خدا، من درد کل زنای افغانستان کو رقم جنازه برشان میفهمم. ما پروای از اون بی‌غیرت وطن فروش ندارم که نوکری بر دیگران میکنه و بچه افغان امروز اینجا میکشه. ما به مخاطر است که 27 سال میشه بر ضد جنگ هستم، قطعا جنگ حمایت نمی کنم، الان طرفدار صلح هستم به هر شکل که میشه، از تمام سیاسین افغانستان چی فاسدش چی نامنیکش میخوایم که لطفا تعصبات قومی تان در بدین، لطفا یک جای شوین، نقطه آخر بگذارین بر از این بازی ها. و دیگه همچنان از تلویزیون تان صدا میکنم سر سفارت خانه‌ای که در افغانستان است، اتحادیه اروپا، امریکا، همگیتان، لطفا شما صادق هستین بر ما؟ آیا شما صادق به این زنای افغانستان، به این ملت شریف نجیبه که خسته شدن از جنگ صادق هستین؟ اگر صادق هستین ما به صلح نیاز داریم، ما صلح میخواییم. سر جاسوسایتان سرمایه گذاری نکنین،
سرخواست مردم، خواست مشروع مردم افغانستان سرمایه گذاری کنیم که مردم ما صلح میخواییم و همچنان از پارلمان افغانستان میخواییم که به دو نفر آدمای بدنام که برای ریاست امنیت گفته آقای استانگزای و دیگهش به وزارت دفاع خواهش میکنم که رای نتین، گرچه که قانونی نیستین به گفته برادرم و معلمدار خود ما میفهم، آدم نام نیک بیارین در دستگاه سالم، بچهای متحد بیارین، بچهای مسلمان بیارین، بچهای افغان بیارین، بچهای که دستش آلوده به خون ملت نباشه، دستش آلوده به جاسوسی نباشه، اونا رو بیار. آقای اشرف غنی احمدزای تشکر، چرا آدمای بدنام میاری؟ چرا آدمای فاسد میاری؟ تو خوش داریش ببرش در دفتر شما جذبت دمی دامین هر کمیال شما ببینین یک پارت پارت بازی است. رئیس دفترش باجی خونه میاره، دیگهش دیگر میاره. افغانستان پروژه ای نیست، ای افغانستان است که باید ما را نجات بتیم از یو اشد. به او خاطر ما امید میکنم صدای ما را بشنوان و تصمیم جدی باید بگیرن. سپاس آقای عزیزی. بحث دیگر همین است که طالبان یک چیز میخواهد در پروسه صلح، حزب اسلامی چیز دیگر میخواهد، حکومت چیز دیگر میخواهد، خارجی ها چیز دیگر میخواهد و چند سیاستمدار بیکار دیگر یا در دولت هم هستند که هر روز در فیسبوک نوشته میکنند، وظیفهشان هم خلاصه شده به فیسبوک. فکر میکنیم که واقعا با اینمی سیاستمدارانی که امروز در اقتدار هستند بتونیم که به صلح و ثبات دست پیدا بکنیم؟ کوتاه اگر پاسخ بدین، همکارای میگن فرصت کم است. امیدواری داده سی صلح دی خدای راولی او د افغانستان صلح ته ضرورت لري، اما د صلح دی پاره باید آمادگی ولرو، هغه آمادگی چې ولست دی قناعت ور بی او ولست په خپل پیغه کې مسوم ژوند وکي. مخکې تاسو ته اصلاحات و خبر وکه، اول اصلاحات انتخاباتي ما په فکر باندې ده دوی باید په خپل کاری پلان کې نیولې وای چې انتخاباتي اصلاحات پروسه باید چټکه کړي. اما تر هغې مخکې لویه جرګه په ارتباط باندې په سیاسي تفاهمنامه کې چې دوه کاله وروسته به لوی جرګه دایریږي، او دا لوی جرګه بهترین فرصت دی صلح دی پاره هم و چې د لوی جرګې له ادرس څخه د صلح پروګرام له ټولو سره مشخص او دا خبر. اما درې میاشتې د حکومت نورې پاتې دي، تر اوسه پورې د لوی جرګې دپاره کوم امادګي نه ښودله کیږي. د دې معنی دا ده چې موږ په یو بد حالت کې قرار لرو. دریم دا ده چې وروسته د لوی جرګې څخه وروسته د انتخاباتي یعنی پارلماني ټاکنې دي، بیا به وروسته د ولسمشري ځي او ولایتي شوراګانو دپاره. تر اوسه پورې پارلمان چې اوس ناست هغه هم یو سرپرست پارلمان تر اوسه موږ لرو. نو که چیرې د لویې جرګې دپاره طرفین په دې کې د بحث او د ډایلوګ له لارې د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې له هر ادرس او له هر سټیج دې د افغانستان ته صلح. سپاسګزارم آقای هاشمی. فکر میکنین دید جهان در مورد افغانستان به شکل دیگر شده، یعنی در شکل که در سالهای 2014 بود حالا نیست و تجدید نظر کردن برای تصامیمشان مبنی بر فرستادن نیروی اضافی به افغانستان؟ و فکر نمیکنین که وضعیت افغانستان هم ایجاب میکنه که نیروی خارجی اینجا حضور داشته باشه، چون وضعیت بد امنیتی سر دوچار مردم شده؟ وضعیت که فعلا در افغانستان است، وضعیت شکننده که است و همچنان ضعف مدیریت که است ایجاب کرده که، و همچنان منافع کشورهای مثل انگلستان ایجاب کرده که اینها دوباره حضور فعال نظامی در افغانستان داشته باشند. اما مایی که نمیتونیم مانع حضورشان شویم، تدبیری را باید پیشروی بگیریم که از امکانات از اینا استفاده بکنیم، استفاده بر ارتباط تجهیز نیروهای خود، استفاده به خاطر هماهنگی و اولویت‌های خود و بالاخره استفاده از منابع مالی از اینها و همچنان به دست آوردن حمایت از اینها چون در داخل افغانستان حضور می‌داشته باشند، به خاطری که بتانیم بالای همسایه‌ها فشار بیاید تا صلح و آرمان گمشده مردم افغانستان تندازی. سپاسگزارم. تشکر آقای هاشمی، آقای عزیزی و خانم گیلانی از حضورتان در بازنگاه. خیلی کوتاه بگویم که افغانات تا چی وقت سر خارجی خود را نگاه میکنن؟ تشکر. سپاسگزارم خانم گیلانی از حضورتان در بازنگاه. قدرت آزادی خود را به دست خود بگیرن و از ایالت خود را نجات بدن. مر این مردم از کسر نوید. تشکر و تشکر از شما بینده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.